سلام همراهان گرامی، کنار هم هستیم با درس 12 از سطح 21. اولین کلمه‌ای که امروز یاد می‌گیریم صفت بغشتیشت است. بغشتیشت و یا بغشتیک به معنی مجاز، محق و مجاز، زمانی که شما حق کاری رو دارید استفاده میشه. بغشتیشت به معنی مجاز و یا اینکه همطور که گفتم مثلا سو اتفاز به قشتیش زین حق کاری رو داشتن استفاده میشه. مثلا اون سخه بوگا زین به قشتیش سو ویسن ووهی دست گلد کمد. شهروندان حق دارن بدونن که این پول از کجا اومده. اون سخه بوگا زین به قشتیش سو ویسن ووهی دست گلد کمد. شهروندان ما حق دارن که بدونن این پول از کجا اومده. پس این حق داشتن رو با بغشتیش به کار میبریم. به معنی مجاز. ایه به معنی پیش از آن که. حرف ربط هست. ایه پیش از آن که. ایه. زی لیف وک. زی لیف وک. ایه ایش اتفاز زگن کنته. اون دوید و دور شد. پیش از این که من بتونم چیزی بگم. زی لیف وک. اون دور شد. دوید و دور شد. ایه ایش اتفاز زگن کنته. پیش از این که من بتونم چیزی بگم. ای به معنی پیش از آن که. همطور که گفتم یک حرف ربط هستش. Ausnahmsweise به معنی به طور استثنایی. دوستان یه قیده. Ausnahmsweise به طور استثنایی. Ausnahmsweise مثلا ایه حد از Ausnahmsweise erlaubt. اون استثناءً به طور استثنایی اجازه این رو داره. احد از Ausnahmsweise erlaubt. او استثناءً اجازه این کار رو داره. یا مثلا wir haben heute Ausnahmsweise früher Feierabend. ما امروز استثناءً زودتر تعطیل می‌کنیم. wir haben heute Ausnahmsweise früher Feierabend. ما امروز استثناءً زودتر تعطیلی داریم. اسم دی آوسایت به معنی وقفه و وقت استراحت هست. دی آوسایت. تایم استراحت و یا وقفه گفته میشه دی آوسایت. مثلا زی هابن زیش اینه آوسایت گنومن. اونها یک وقت استراحت گرفتن. زی هابن زیش اینه آوسایت گنومن. اونها یک تایم استراحت گرفتن، یه وقفه گرفتند. دوستان عبارت auf eigene Faust به معنی بدون کمک دیگری به تنهایی کاری را انجام دادن یا به اختیار خود کاری را انجام دادن. auf eigene Faust به اختیار خود بدون کمک کسی. auf eigene Faust. مثلا es tut mir leid das ich auf eigene فاوز گهندلت هبه. متاسفم که به اختیار خودم دست به کار شدم. یعنی اون کار رو بدون کمک کسی شروع به انجامش کردم. Es tut mir leid. Das ich auf eigene Faust gehandelt habe. Überlassen دوستان فعل بی‌قاعده‌ای هستش به معنی سپردن و دادن. Überlassen سپردن دادن. مثلا زی هات میه داس رادیو کوسنلوس überlassen. اون رادیو رو مجانی به من داد. زی هات میه داس رادیو کوسنلوس überlassen. اون رادیو رو مجانی به من داد. Der Werk Student. Der Werk Student به معنی دانشجوی شاغل هست دوستان. Der Werk Student. مثلا ایش اینقه میش نخ. من هنوز به یاد میارم. Wie ich als Werk Student in den Ferien arbeitete. من هنوز به یاد میارم که چطور به عنوان دانشجوی شاغل، دانشجوی که کار میکنه در تعطیلات کار میکردم. ایش اینقه میش نخ. Wie ich als Werk Student in den فرین اربایتت. من هنوز به یاد میارم که چطور به عنوان دانشجوی شاغل در تعطیلات کار میکردم. ویک شتودنت به عنوان دانشجوی شاغل. دی ریگل به صورت معمول. این دی ریگل به طور معمول. دی ریگل معمول. مثلا دی زوما مونات زین این دی ریگل
زه هایس. ماهای تابستون به طور معمول خیلی گرم و داغ هستن. این دقیقه گفتیم یعنی به طور معمول. دی زوما مونت زین این دقیقه زه هایس. ماهای تابستون به طور معمول خیلی گرم و داغ هستن. دوستان فعل سوزاگن به معنی قبول کردن و پذیرفتن. سوزاگن قبول کردن و پذیرفتن هستش. مثلا meine Eltern haben uns zum Essen eingeladen. Ich habe zugesagt. اینجا حالت گذشتهش اومده. من قبول کردم. والدینم پدر مادرم ما رو به غذا دعوت کردن. من قبول کردم. Ich habe zugesagt. سوزاگن در گذشته یا پرفکت میشه سوگزاگ با فعل کمکی هبن میاد. پس فعل سوزاگن میشه قبول کردن و پذیرفتن. Meine Eltern haben uns zum Essen eingeladen. Ich habe zugesagt. من قبول کردم. دوستان فعل فاگن به معنی پیشرفتن هست. فاگن پیشرفتن. مثلا اون دست پروبلم سو لوزن موسمن schrittweise vorgehen. برای حل کردن مشکل باید قدم به قدم پیش رفت. این پیش رفتن رو با vorgehen نشون دادیم. das Problem zu lösen muss man schrittweise vorgehen. برای حل کردن مشکل باید قدم به قدم پیش رفت. vorgehen پیش رفتن. دوستان حرف ربط زوبالد به معنی همین که، به محض این که. زوبالد همین که، به محض این که. مثلا زوبالد ایش دن تمین وایس گیبه ایش اینن بشاید. همین که من تاریخ رو فهمیدم به شما اطلاع میدم. همین که زوبالد. همین که من تاریخ رو فهمیدم. زوبالد ایش دن تمین وایس گیبه ایش اینن بشاید. به شما اطلاع میدم. دوستان دوش اتمن فعلی هستش که معنی نفس عمیق کشیدن رو به ما میگه. دوش اتمن. اتمن تنفس. دوش اتمن فعل نفس عمیق کشیدن هستش. بیت ایمال دوش اتمن. لطفا یه بار نفس عمیق بکشید. بیت ایمال دوش اتمن. لطفا یک بار نفس عمیقی بکشید. دوش اتمن. نفس عمیق کشیدن. افخویلیشا وایزه به معنی خوشبختانه. قیده افخویلیشا وایزه یعنی خوشبختانه. مثلا افخویلیشا وایزه گیت اس ماینا موتا هویت فیل بسا. خوشبختانه امروز حال مادرم خیلی بهتره. افخویلیشا وایزه گیت اس ماینا موتا هویت فیل بسا. خوشبختانه امروز حال مادرم خیلی بهتره. افخویلیشا وایزه خوشبختانه. دوستان فعل بیقاعده سوگیبن به معنی اعتراف کردن و پذیرفتن است. سوگیبن اعتراف کردن، پذیرفتن. مثلا ماکس هد سوگیگیبن. ماکس اعتراف کرد. دوستان سوگیبن در حالت گذشته میشه سوگیگیبن با فعل کمکی هبن هم میاد. اینجا میخواییم بگیم که ماکس اعتراف کرد تو گذشته. میگیم ماکس هد سوگیگیبن اینن فیلا گمخت سو هبن. اون اعتراف کردش که یک اشتباه کرده. ماکس هات سوگیگیبن اینن فیلا گمخت سو هبن. ماکس اعتراف کرد که یک اشتباه کرده. سوگیبن فعل بیقاعده ای هستش که معنی پذیرفتن و اعتراف کردن رو میده. بله عزیزان، این هم از کلمات امروزمون. امیدوار هستم که به خوبی اونها رو یاد بگیرید و با تمرین و تکرار در حافظتون نگه دارید. مرسی از بودنتون کنارم. تا قسمت دیگه، خدا یار و نگهدار شما عزیزان.